بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 27 آگست سال 2021 برابر با 5 شهریور ماه 1400. برنامه رو به جای ساعت 2:30 شروع کردیم که دوستانی که در ایران هستند به اصطلاح زودتر برنامه رو ببینند و برن بخوابن. فردا روز شنبه است و باید برن سر کار. کسی اصلا میره سر کار در ایران؟ روزی که کووید نبود میگفتن مردم ایران نمیدونم توی هفته 45 دقیقه کار مفید انجام میدن. به غیر از اینکه اهل کتاب نیستیم، اهل کار هم نیستیم. یه دلیل دیگه که برنامه رو امروز زود شروع کردم به خاطر آقای نادر گرامیان بود، این گرامی دوست ما که چند وقتی است از طریق فیسبوک و اینها باشون در تماس بودم، صحبت کردم اگه بشه یه روزی هم مهمان برنامه‌مون باشن و بیان با دوستان صحبت کنن. البته پیامایی که روی فیسبوک گذاشتید من ازتون اجازه گرفته بودم که میتونم پخش کنم یا نه، ولی چون هی رد و بدل شد و کتاب آمد و اینها، جواب اونو یا من نگرفتم یا شما ندادی، من هم بدون اجازه شما پیام ها رو پخش نمی کنم. ولی دوستان بهتون یه خبر خوب میدم که آقای نادر گرامیان که روزنامه نگار، نویسنده و محقق بوده و هستند، کتاب های زیادی و مقالات زیادی نوشتن و لطف کردن، چون به دنبال پول و شهرت و محبوبیت نداره، مشهوریت نیستن، اینها رو به عنوان PDF روی اینترنت گذاشتن برای ما فرستادن از طریق واتساپ و من هم میتونم برای شماها بفرستم اون رو. اجازه بدید که آقای شیرازی اکبری، یه روز میگی بازداشتم یه روز دوباره میای، چه خبره؟ الان باعث مثل که بعضی کارا رو میتونی انجام بدی و بعضی کارا رو نمیتونیم انجام بدیم وقتی که به اصطلاح تایم آوت یا بازداشت میشیم. حقیقتا مثل موقعیه که پدر و مادر آدم رو تنبیه میکنن، میگن برو تو اتاقت نمیتونی بازی کنی، ولی بچه ها هم زرنگن میگن که میخوایم بریم دستشویی، نمیتونن بهش بگن نرو دستشویی. که حالا اینجوریه، ما هم توی فیسبوک یه چیزایی رو میبینید یه چیزایی رو نمیبینیم. آقای کابوسی میگه این آقا حتما ایرانی هم نیستند. منظورتون کیه؟ آقای اکبری، آقای گرامیان؟ اتفاقا همه ایرانی هستن. آقای سعید عزیز گرامی، همه ایرانی هستیم. هممون هم میگیم ایرانی ها بدن، خودمون یکی از اونا هستیم. هممون هم فکر میکنیم ما خوبیم، اونای دیگه بدن. تنها کسی که بعد از 5 سال از 1998 تا 2003 که با ایرانی ها بود به این نتیجه رسید که کارمون خیلی خرابه، این بنده بود. بنده چیه؟ من بودم. این بنده حقیر رو نمیدونم، اینا رو بریزیم دور. بنده نه بنده که بنده من نه بنده کسی هستم نه حقیر هستم. در هر صورت آقایی که میگی دنبال هیچی نیست، بله اون آقای گرامیان دیگه سنی ازش گذشته. الان ما یه درسی هم گرفتیم از این کووید که آقا شما میلیون ها دلار پول داشته باش، این کووید بیاد سراغت، وارود میکنن میندازنت رو تخت، یه لوله ای هم میکنن تو دهنت که نگو و نپرس. پس خیلی هم این پول و اینها مهم نیست. من حالا آقای گرامیان رو و یه فولدر براشون درست کردم گذاشتم توی این، اگر بتونم پیداش کنم. عجب روزگاری شده، ما واقعا کم کم دیگه این مراحل قدم به قدم آلزایمر یا فراموشی رو داریم میریم جلو، کی برسیم و موفق بشیم من نمیدونم. میگن که آقای اکبری میگه از شخصیت هایی مثل دکتر گرامیان باید سود بود، انسان بسیار دنیا دیده و با تجربه ای هست. خوشحالم که آقای زمانیان هم از ایران با ما هستن و برم این آقای گرامیان، باور میکنی من همه ای بذارید سفر رو ریفرش کنم، همه
نوشته های شما رو گذاشتم رو کامپیوتر خودم و بردم توی فولدری اونجا نگه داشتم که حالا بتونم خیلی قشنگ به دوستان نشون بدم. ولی متاسفانه اصلا فولدر شما پیدا شد آقای نادر گرامیان، بابا داشت آبرون میرفت. حالا طرف میگه آقا مگه تلویزیون های ایرانی آبرویی هم دارن؟ اجازه بدیم من این صفحات خودمون رو خاموش کنم، بریم سراغ این نوشته هایی که اینجا هست و توی این صفحه پیدا میشه. خیلی هم خوب میتونیم بگیم که سکرین کپچر و بریم سراغ این صفحه بسیار بزرگ اینجا. اصلا این فایل و فولدر رو همه چی هم اینجا هست. دوستان بهتون بگم توی ایران خیلی دوستان از ما جلوتر هستن در رابطه با استفاده از تلگرام و نمیدونم اینستاگرام و هر چیزی که مجانی بوده. ماشاءالله دوستان به حد اکثر استفاده از اونها به اصطلاح رسیدن. ببینید این کتاب اسمش هست من اعلام جرم میکنم، نویسنده نادر گرامیان، 211 صفحه هست. خب این من نمیدونم چجوری باید حالا صفحه به صفحه ببرم، اینجوری میتونم؟ بله، پیشگفتارشو براتون فقط یک قطعه رو میخونم که میگن کتاب من اعلام جرم میکنم که در امتداد در ادامه مطالعه خواهد کرد به بررسی و تحقیق در مسائل داخلی دربار محمد رضا پهلوی، اختلافات خانوادگی، عملکرد فرح دیبا و دوستان توده‌ای و کنفدراسیون ایشان و افراد دیگری که به عناوین مختلف از ملیون داخلی تا افراد وابسته به دولت‌های آمریکا، انگلستان در مجموعه حاکمیت حضور داشتند و در خصوص مجموعه عواملی که به واسطه آنها باعث سقوط نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران گردید می‌پردازد، به خصوص درباره نقش فرح دیبا شهبانوی ایران به عنوان نایب السلطنه و دولت در سایه‌ای که ایشان با همراهی خانواده مادری و دوستان توده‌ای و کنفدراسیونی تشکیل داده بودند و با فعالیت‌هایی که بر علیه شاه، دولت عبیدا، سازمان اطلاعات امنیت و ارتش کشور انجام دادند، در نهایت باعث به هم ریختگی کشور و از بین رفتن نظام شاهنشاهی و 57 سال تلاش در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی و زیرساخت‌های کشور و اعتلاء سربلندی و رفاه مردم و پیشرفت ایران شدند. ببخشید اگر وقتی من میخونم نوشته های دیگران رو ممکنه اشکالی داشته باشه. همیشه گفتم و باور دارم که دوستانی که خودشون کتاب مینویسن بهتر خودشون هم بخونن. و اما کتاب بعدی هست، کتاب سقوط پهلوی به قلم دکتر نادر گرامیان. نوشتن که ابتدا متذکر شوم این کتاب 124 صفحه است. این کتاب که قبل از چاپ در فرانسه در اختیار مردم کشور خودمان قرار گرفت، چون بذارید من دوستان ببینم این کیه. دوستان این آقا میدونه که ما هم ساعت 2 برنامه داریم، بنده خدا تلاش کرده که قبل از 2 بیاد، ولی امروز ما استثنا قبل از 2 برنامه گذاشتیم و خیلی ممنونم. یکی از دوستان زحمت کشیده و دستگل نه چی میش میگن این گلدونی برای ما فرستاده که
تشکر میکنم، حالا بهتون نشون خواهم داد. در اصل دوستان این کتاب ها همه موجوده، همون جوری که گفتم آقای گرامیان نمیخوان به اصطلاح منتظر درآمد و چیزی نیستن، از این بابت هم من ازشون تشکر میکنم. و اگه شما مایل هستید، اگه خود آقای گرامیان هم اجازه بده توی برنامه یا هم الان اگه برای من بنویسن توی فیسبوک، من چیز میکنم، چی میگن، به اصطلاح شماره واتساپ ایشون رو میدم. یا اگر شما دوستان ببینید چند تا کتاب تا حالا من اینجا دارم، 1 2 3 4 5 6 7، حالا بذارید من از هفتمی بهتون نشون بدم، بهتون یکی یکی بگم چند صفحه است. شاید اینجا هم یکم ریز نوشته میشه، چون بذارید به این صورت صفحات رو نشون بدم، چون select area، بله همون قسمت اولش رو، یه پاراگراف یا یک قطعه. پاراگراف رو تو ایرانی دوستان، یکی از دوستان من گفت بگید قطعه درست ترجمه میشه. این یک کتاب هست، کتاب آخرین نخست وزیر، 180 صفحه هست، 37 روز قبل از انقلاب اسلامی در ایران، محمد رضا شاه به وسیله یک کودتای مخملی در داخل کاخ خود سرنگون شده بود. خیلی جالبه، چون دو سه بار آقای گرامی برای من یه مقاله رو فرستاد به نام مگر شاه مرده است یا شاه مرده است. من گفتم این دوستمون چرا اینجوری میگه. یه کتاب دیگه هم هست، مردی که با گل آمد و با گلوله رفت، این درباره فریدون هویداست، عکس فریدون هویدا رو هم میبینید. و این کتاب ششمیه که من اینجا دارم، این یکی کتاب ناگفتنی های رفتن شاه، 115 صفحه. و این کتاب از مشیرالدوله تا بختیار نخست وزیران ایران، باز به وسیله آقای نادر گرامیان، 203 صفحه. و آقا واقعا خسته نباشی، این یکی 101 صفحه، ما آدم کم داشتیم. دوستان من با یک کسی که یه مقام بالایی داشته در حکومت جمهوری اسلامی چند روز پیش صحبت کردم و ایشون گفت که حکومت جمهوری اسلامی از همون اول دوچار کمبود رجال بود. و این که شما میبینید گنگ بازی میکنن و این دوست اون دوست رو میاره و اینها، و دیدید در مراسمی که آقای رئیسی حتی برای حالا نمیدونم تایید وزرا و اینها به اصطلاح وزیرا حتی عوضی میگفتن، طرف مال وزارت وزیر یه جای دیگه است، میومد میگفت وقتی من میام وزیر نفت میشم این کارو میکنم این کار، نمایندان میخندیدن میگفتن آقا تو قرار نیست وزیر نفت بشی و یه وزیر دیگه هستی. بذارید من برگردم به صفحه فیسبوک، این صفحات کتاباره که باز کردم تمام کامپیوتر ما رو پوشونده. من فقط از خودم پرسیدم که ایشون چقدر وقت گذاشته که اینا رو نوشته و حالا یا چاپ یا به صورت به اصطلاح پی دی اف. خیلی ممنون آقای زمانیان هم اینجاست. کتاب مای سیاه کوچولو که درس چریکی را میداد، فرح به عنوان کتاب سال معرفی کرد. من مای کوچولو رو، من آقای زمانیان فکر نمی کنم درس چریکی به کسی میداد. میدونید چیه؟ من به شما بگم اینجا نوشته خورشید آمد، منظور از خورشید پیغمبره. یکی دیگه بیاد بگه آقا منظور از خورشید یک سفینه‌ای هست از یک کره دیگه. میدونید اینها تعبیر شد، تفسیر شد. اون وقت تو اون تعبیر و تفسیر و توضیحات و تحلیلا ما هر کسی از زن خود شد. یار من این گل رو من نشون بدم، تشکر کنم، خیلی ممنون دوستی که این گلدون بسیار زیبا این رنگا رو فرستاده و ممنون و متشکرم. و نمیدونم چی بگم، بعضی وقتا هست اینجا تو آمریکا میگن که I don't know what to say. خیلی ممنون، متشکرم. و من بارها شده حتی توی اون منزل قبلی که بودم، وقتی که پستچی میومد در میزد میرفتم چیه رو برمیداشتم میمدم به دوستان میگفتم بذارید من همینجا بازش کنم که اگه منفجر شد به اصطلاح شما هم شاهد باشین. چون اگر برید توی گوگل بزنید، یکی از مجریان تلویزیون آمریکایی قدیما خودش رو جلو توی برنامه زنده
به اصطلاح خودکشی کرده و کشته. آقای زمانیان یک چیزی درست کردن. آقای زمانیان اینا رو شما بهش چی میگین؟ پوستر میگین؟ کاریکاتور میگین؟ اینجا میگن کاریکاتور خودمون. و امیر عباس و نفریدون هویدا، خیلی ممنون، متشکرم. یکی از محاسن برنامه زنده با وجودی که این همه مشکلات و معایب داره همینه که دوستانی مثل شما اگه من اشکالی داشته باشم فوری به هم میگین. من چون دو بار تلفنی با آقای فریدون هویدا، داداش آقای امیر عباس هویدا، صحبت کرده بودم، اینی که اسم ایشون بیشتر یادم است. چند سال پیش فوت شد در سر روان شاد و همین نزدیک ما بود. میگه که پهلو شمو زنگ زدن، من فکر کردم پهلو شمو کیه؟ پهلو ما زنگ زدن، من فکر کردم خونه ما هست، رفتم آرفون هی میگم کیه کیه، من متوجه نمیشم پهلو شمو کیه. تلفن‌های ایران از تلفن‌های اینجای ما دروازه‌کناشون از اینجا پیشرفته‌تره، قشنگ تصویر می‌بینن و اینها، ولی شنیدم خیلی‌ها همینجوری برای فضولی خیابون و اینها روشن می‌کنن که کار خوبی نیست. در صورت بذارید من این نوشته آقای زمانیان رو هم به شما نشون بدم. و دوستان می‌دونید که افغانستان اوضاع بسیار وخیمی داره. کامرای دو، حالا این گلدونه آمد جلوی بعد میذارمش اینجا، ببخشید. چقدر زیبا، چقدر زیبا، و نمیدونم که چه باید گفت. زبان قاصر میمونه، کوتاه. اگر انفجار افغانستان در کشور فرانسه یا در انگلستان انجام شده بود، الان 50 کشور متحد شده بودند برای حمله. توف به این قانون عزیز من آقای زمانیان، قربونت برم. الان فکر کن 50 تا کشور رو من و شما متحد کردیم، به کجا حمله کنن؟ به کجا حمله کنن؟ آقا خودشون افتادن به جون خودشون. الان شما باورت میشه داعش اومده تبلیغ میکنه توی افغانستان، میگه مردم افغانستان آیا این اسلامی بود که شما میخواستید؟ از طالبان جدا شوید و به ما بپیوندید. آقای احمد مسعود میگه من یه هفته قبل از اینکه طالبان این اسلحه ها رو بگیره، من به آمریکا و کشورهای دیگه گفتم میدونستن، اصلا از میدونی از دوره ترامپ اینا میدونستن که میخوان برن و اینها، گفتم اسلحه ها رو به ما بدین. اسلحه ها رو به اون ندادن، ولی اسلحه ها رو ریختن اونجا تو فرودگاه و این ور اون ور که الان میبینید چه وضعیه و چه جوری کشته میشن. بعد دوستان یه کمی حساب لازم نیست، دیپلم ریاضی داشته باشین، لیسانس ریاضی داشته باشین، دکترای ریاضی باشین، همین 4-5 تا انگشت و دست کافیه. ببینید تا موقعی که طالبان نگرفته بود هر روز 70-80 نفر اینجا و اونجا کشته میشدن، بمب میذاشتن کشته میشدن، دیگه آمریکا هم جزو اخبار اصلیش نبود. من و شما هم عادت کرده بودیم، میگفتیم خب بیچاره‌ها تو عروسی مردن، کشته شدن. حالا طرف نوشته از موقعی که طالبان اومده خیلی هم امنیته، برای که خودشون بمب میذاشتن. کجا داریم میریم؟ این چرا سوربی با مردم اینجوری شد؟ کامرای دو، نه کامرای دو رو نمیخوام، ببخشید دوستان. این چون برای برنامه‌ای که مهمون داریم اون کامرا رو ما میدیم به مهمونامون، حالا اون کامرا میاد صفحه کامپیوتری. کاکو شما همون شیرازی ماست، شما همون شیرازی شماست. آها آها آها، شما بله. پس اینجا که در زنگ زدن شما، یه دفعه آقای فیلابی اومد خونه ما، بعد نشست گفت که اوضاع احوالت خوبه؟ گفتم آره. اینا گفت که یه جوکی برات بگم، گفت یه دوستی رفت خونه دوستش و اینا، گفت همه چی خوبه؟ گفت آره همه چی خوبه، ولی میبینم دوستان دوچار فراموشی شده. البته من بزنم به تخته، اینجوری اینجوری زد به میزش، بعد خودش شروع کرد گفت کیه؟ یعنی میخواست بگه اونم آلزایمر داشته نمیدونسته. بله خیلی ممنون. ایشون نوشته پهلو شما زنگ زدن، من فکر میکردم خونه ما، رفتم آیفون هی میگم کیه کیه،
مگه اونجا تو آلمان هم آیفون اینجوری هست که از بالا گوشی رو برداری هی بگی کیه کیه؟ من چون سالهاست دیگه تو آپارتمان زندگی نکردم، اصلا یادم نیست. آپارتمان قدیمی هم که ما اینجا بودیم 30 خورده سال، بله اون تصویری نبود، فقط میپرسیدی کیه، در باز میکرد یا شماره رو بهش میدادی میزد در باز میکرد. اصلا ممنونم، بله شما همون شمای خودمون هست. خب برگردیم به سر ماجرای افغانستان بیچاره. گفتم بهتون افغانی ها نوشتن تاریخ خواهد نوشت که طالبان با اسلحه های آمریکایی مردم افغانستان و حتی خودشون رو کشتن. حالا ببینیم آمریکا بعد از ویتنام و بعد از کره و بعد از کشورهای دیگه آیا درس گرفت که بابا نرو این ور اون ور. حتی ترامپ شالاتان احمق گفت که ما پلیس دنیا نیستیم، ولی اون بلد نیست، برای اینکه اینا یه ماشین اگه بفروشن میشه 20,000 دلار، همون ماشین رو میکنن تانک، نمیخواد قشنگم باشه، نمیخواد براق باشه، نمیخواد رنگی باشه، میفروشن نمیدونم چند میلیون دلار. اونا به این خاطره. بگذاریم. خب آقای نادر گرامیان رو من اینجا در حضور شما دوستان دعوت میکنم که یه روزی بیان با همون صحبت کنن. تا اون موقع به خوندن همین کتابایی که ایشون لطف کرده و فرستاده ما هم به اصطلاح خودمون رو چی میگن قانع میکنیم و از ایشون تشکر میکنیم. توی ایران به این عکس ها میگوین پوستر. آها خیلی ممنون. ما قدیما میگفتیم پوستر، اون چیزای بزرگی هم که حتی به در دیوار میزدن میگفتن پوستر. اینجا که اومدیم گفتن فلایر. گفتیم فلایر یعنی چی؟ گفتن کوچیک که باشه میشه فلایر، بزرگتر که باشه میشه پوستر، از اینوری باشه میشه بنر. دیدم بنر رو تو ایران خیلی استفاده میکنن، بعضی هاش هم خیلی مسخرن. حالا نمیدونم ملت شوخی مینویسن یا واقعا هستن کسانی که نمیدونم یکی نوشته بود ازدواج شوهر مادرتون رو ازدواج مادرتون رو به نمیدونم فلان تبریک میگیم، نمیدونم قبول شدن در کلاس نهم فلان از این مزخرفات. خیلی ممنون، این پوستر رو نشون دادم دوستان. آقای فرهاد زمانیان روی فیسبوک میتونید برید پوسترهای جدیدی که میذارن اونجا میفرستن. بعد لطف کنید دوستان فیسبوک ما، فیسبوک دیگران رو فالو کنید، لایک بزنید. یه نفر اومده بود برای من نوشته بود آقا 1,000 نفر فالوور داری. اولا ما بیش از 2,500 نفر فقط توی یوتیوبمون هست، بیش از 15,000 نفر روی فیسبوک مردم تیوی هست، بیش از 4,900 نفر روی فیسبوک سوربی هست، بیش از 3,000 نفر روی ایمیل من هست. ولی برش نوشتم که حالا شما که 500 تا فالوور داری 499 نفر برات لایک میزنن، چه تاج، شیرازی ها میگن چه تاج تری به سر خودت زدی، چه تاج گلی به سر خودت زدی. این فالوور و لایک و دیسلایک هم هممونو گذاشته سر کار، ولی یه جورایی هممونم باید این کار رو انجام بدیم. شاهین میگه که به 1,000 تا که برسه یوتیوب بهش اجازه میده فیلمای طولانی تر بذاره، نمیدونم مانیتایز کنه و فلان اینا. وقتی یه برنامه رو نگاه میکنید حداقل کار اینه که حمایتش کنید. اگه طرف میگه حمایت مالی، حمایت مالی کنید. اگه حمایت مالی به هر دلیلی ندارید، نمیتونید، دیگه از اون کمتر، یعنی حداقل حداقل اینه که اینور اونور لایک بزنید، فالو کنید، شیر کنید. در صورت من ممنون و متشکرم. اینم از این. دو تا فیلم من دیدم این از اون جمعه تا این جمعه. فیلم زیاد میبینم ولی بعضی هاش اصلا ارزش این که به شما بگم و وقت شما رو بگیرم نداره. یه فیلم آمریکایی که تعجب میکنم این فیلم رو چجوری توی یوتیوب مجانی گذاشته به نام امپرور. امپرور همین امپراتور ژاپن و ماجرای جنگ جهانی دوم و بعد از اون پر هاربر و ماجرای تسلیم شدن این هست و ماجرای اون جنرالی هست که چجوری اینها با وجودی که دشمن بودن به هم احترام گذاشتن. سالها پیش توی ایران من یه فیلم دیدم به نام جهنم در اقیانوس آرام. یکی از هنرپیشه‌هاش لی ماروین بود، یکیش یه آقای ژاپنی بود توشیرا میفونه، و دو تا هنرپیشه 2 ساعت و خورده ما رو واقعا میخکوب کرده بودن. اونم فیلم جالبی اگه تونستید ببینید. ولی این فیلم امپرور اگه یکی از دوستان لطف کنه لینکش رو بذاره، آقای تامی لی جونز، تا
تامی لی جونز خیلی هنرپیشه معروفیه و این همکلاسی بوده با الگور، الگوری که معاون کلینتون بود. اینجا نخست وزیر نداریم، ولی باز ما ایرانی ها میگیم نخست وزیر، ما کاری نداریم کی به کیه. و بعد میخواست رئیس جمهور بشه، بعد ماجرای تقلب و اینهای جورج بوش بود. این انقدر انسان بود که گفت آقا من نمیخوام، مملکت از من مهمتره، من میرم کنار، جورج بوش بره هر کاری میخواد بکنه. که یکی از اون کارهایی که جورج بوش انجام داد این جنگ عراقه. برید شما ببینید جنرال ها راضی به این جنگ چی میگن. میگن ما اصلا نمیدونیم چرا اینجا هستیم، چرا میکشیم، چرا کشته میدیم. همین در جریان دو سه روز گذشته اینجا گفتن 13 نفر از آمریکایی‌ها کشته شده، گویا 70-80 نفر. آخه ببینید دیگه از این خریت بیشتر که به مردم میگه بیاین فرودگاه، طالبان هم وایساده اونجا، خب داعشی هم بمب بنده به خودش میره اونجا، حتی طالبانای ناراضی که از سیستم جدید اینا میره بنده، قشنگ آدما هم اونجا هستن. در صورتی که شما وقتی میخوای یه کاری کنی باید دورتر چندین مرحله به اصطلاح ایست بازرسی بذاری. من تو حکومت نظامی ایران بودم، تو شبهای حکومت نظامی شیراز بودم، میدونیم به اصطلاح یادمون داده بودن که چجوری ایستگاه ها رو بزنید، چجوری این ماشین نتونه مستقیم بره، نتونه تون بره، مجبور بشه چیز کنه. حتی تو آلمان دیده بودم وقتی با دو چرخه داشتی میرفتی یه جایی دوتا میله گذاشته بودن، شما باید پیاده میشدی، حتی اگه ماهرم بودی نمیتونستی با دو چرخه بیای، برای که خطر تصادف بود. بله جهنم در اقیانوس آرام واقعا قشنگ بود. کم کم فکر میکنم هر فیلمی هم من دیدم این اکبری هم بغل دست من نشسته بوده. من سینما سعدی، اون قنبر و سعید و اینها، قنبر کشتیگی بود و اونای دیگه مجانی میرفتیم، سعید دوستمون. 4 تا سینما ایران، پرسیا، پاسارگاد، پارس، اون 4 تا مال یه نفر بود که مدیرشون آقای سبحانی بود. سبحانی ها فامیل ما هستن، نه این لجنه چی اسمش پسر احمق، اون حسام سپانی کشتیگی رو اینا. در هر صورت اونا رو هم مجانی میرفتم، ولی چندان چون دور بود دیگه، خونه ما خیابون آسونه و فلان اینا، پیاده نصف روز طول میکشید تا بری. در هر صورت و بعدم که دیگه بزرگتر شدیم علاقمون از فیلم و اینا کم شد، ولی فیلم های اینجوری رو دوست داشتم برم ببینم. فیلم امپرور رو ببینید. یه فیلم دیگه که من دیدم فارسی، این فیلم پرواز 5 ژوئن. اولا هنرپیشا، یکیش این آتلا پسیانی، یکی فامیلیش فکر کنم یکیش بود دیگه، هیچ کدومش من نمیشناختم. اونم قیافش همچین جوان بود، هی میگفتم خودشه نیست. میدونی هنرپیشا جوانیشون عین قیافه‌های خودمونه. این عکس آقای اکبری شما برید تو فیسبوکش نگاه کنید، نصف بیشتر هنرپیشا شکل این بودن. یکیشون شکل دوست من آقای امیر معنوی بود که اتفاقا می‌خواستم عکس بگیرم براش بفرستم بگم آقای معنوی شما تو فیلم بازی کردی، ولی فکر نمی‌کنم اینقدر پیر بوده. این فیلم به نظر میاد قدیمیه، ماجرای دزدیدن یک هواپیمای 747 هست که دو طبقه هست، هیچ وقت یادم نمیره از ایران من با هواپیمای کردستان اومدم به خلبانی آقای زاهدی و با بچه‌م که 4-5 سالش بود رفتیم اون بالا، هیچ که نبود بازی میکردیم اون قسمت بالاش که پشت در چیز بود. در هر صورت ماجرای یه هواپیما دوزیه، خب دیگه بالاخره فیلمایی که بکش بکش و هفتیرکشی و اینا هست ایرانی ها هنوز توش ضعیف هستن، چه بهتر. کلن صنعت فیلمسازی تو ایران میدونید که اول هندی ها بودن، بعد که ایران میاد تقلید میکنه همون مزخرف های مثل اونا رو میسازه. حتی یه فیلمی از آقای ناصر ملک متعی دیدم، حالا این فیلم رو اگه سعید بعدن یواشکی میاد نگاه میکنه، نمیدونم خجالت میکشه بیاد تو برنامه زنده نگاه کنه، اگه یواشکی نگاه میکنه، سعید خیلی ناصر ملک متعی رو دوست داره، حتی عکس اونو به عنوان عکس خودش گذاشته رو فیسبوک که کار اشتباهیه، کار غلطی. و ناصر ملک متعی تعریف میکنه از چجوری هنرپیشه شده، هیچکی نبوده و این نمیدونم چون باباش سینما داشته و فلان. نه بعد یه جا میگه که ما لابراتوار نداشتیم. این گوینده که باش مصاحبه میکنه نمیگه آقا خب 6 نفر هنرپیشه پولاتونو میذاشتید یه لابراتوار میذادید، به جایی که همش بلنشین هی برین نمیدونم ترکیه و ایتالیا و این فیلمای لوس و نونو رو یادم بیکمان وردی
بنده خدا بلند شده بود رفته بود ایتالیا اسپاگیتی خوردن و اینا رو مسخره میکرد که حال آدمم به هم میخورد. خب به جای این فیلمای لوس یه لابراتواری میآوردیم. بابا این قاجار با اون قاجاریش وقتی رفت اروپا دوربین فیلمبرداری آورد، پیانو آورد، جعب موزیک آورد. ای خاک بر سر شمایی که اینقدرم از ملت طلبکارین. آقا بشینید پای صحبت این هنرمندا، ببخشید اینو میگم، نمیدونم سکسی ترین زنها و دخترها زیر دستپاشون بوده، هر غلطی دلشون خواسته کردن، از نمیدونم دربار رفتن و آمدن تا جاهای دیگه که مردم آرزوش داشتن، همشون هم الان لباشون آویزونه تا زمین و ناراحتن که مردم قدر ما رو ندونستن. آقا باید چیکار میکردیم؟ مایی که نداشتیم یه تومن پول بلیت سینما، باید وقتی هم میمدیم دو تومن هم میذاشتیم توی پاکت میدادیم به اون، میگفتیم اینو بده به آقای ناصر ملک متعی، اینو بده به بهروز وثوقی، برید خجالت بکشید. مردم با اون وضع بد، با اون بدبختی، با اون گرفتاری پول جمع میکرد. من روزونم 5000، اولش 2000 بود، بعد 5000 شده بود. خب یه هفته من اگه 5000مو هیچی نمیخریدم، هیچی نمیخوردم، میشد چقدر؟ 7-5 تا 35000 یا 3 تومن و 5000. خب 2 تومنش که بلیت بود، حالا ما که بلیت 2 تومنی نمیخریدیم، میگم که ما سینما ها رو مجانی میرفتیم. ولی من یادمه یه بادوم هندی ما میخواستیم بخریم با این پسرمون امین، میرفتیم 1 تومن میدادیم بادوم هندی، یه پاکت انقدری به اون میداد، اینا رو ما میشمردیم، دو قسمت میکردیم. بعد این بادوم هندی رو اول مینداختیم تو دهنمون خوب شوریش از بین بره، بعد خیس بخوره، بعدا دیگه شده بود اصلا مثل یه تیک لاستیک. حالا اینجا میری بادوم هندی یه انقدرشو بهت میدی 10 دلار تا میخوای بخوری، میگه نکنه جوش بزنم. آکی. فیلم فقط فیلم قیصر در کلاس سوم راهنمایی تمام بچه‌ها تو جوراباشون یه چاقوی زامندار بود با کفش پاشنه خوابیده. همین فیلم قیصر که افتخار آقای اسفندیار منفردزاده هست و بهروز وثوقی و نمیدونم آقای ملک متعی و فروزان بوده، کی بوده توش؟ برید ببینید این چه فرهنگی خرابی رو به اصطلاح تشویق کرد. همین که شما داری میگی، میگی چاقو هر، خب من یادمه بروسلی هم که اومده بود همه رفته بودن نانچاکو خریده بودن میزدن تو سر خودشون و تو سر خواهر و برادر همه داغون. اینا فرهنگ سازی اینجوریه. به حال طرف افتخار میکنه آه قیصر کجا هستی که خواهرتو فلانی فلان کرد بعد منم کش، این شده بهترینش. آقا دیگه کسی نبوده، اگه 4 نفر دیگه بودن اونا از تو بهتر بازی میکردن. حالا شانس آوردی اینجا میگن right time right place، یعنی زمان درست و مکان درست. شما شانس آوردی اونجا بودی، طرف اومده گفته آقا قیافه ای تا هم معلم نمیدونم چی گفته قیافت به فلان هنرپیشه میخوره، بیا برو هنرپیشگی. اینم از این ماجرا. خب خدا رو شکر که و خدا رو شکر نه که این بنده خدا آقای ناصر ملک متعی فوت شده، و الا فردا زنگ میزد سربی شماره تلفن از آقای، یه آقای بود قیصری بود، کی بود، شماره تلفن همه رو داشت، هر چی هنرپیشه هنرمند بود همه رو داشت. و اینم از این. دوستان میدونید که ما هفته یه بار یه برنامه ای رو از آقای حسن ارشاد میگیریم اینجا پخش میکنیم هر روز تا هفته آینده. اولا شاهین درگیر یه کاری هست نتونسته ویدیو جدید بفرسه و منم بهش پیشنهاد میکنم این ویدیوی آقای شهرام اصلانی و اینو اونو ول کن، بیا خودت همینجوری حرف بزن، نظرات تو بگو، سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند و بهتره، چون یوتیوب هم هی گیر میده، شما باورتون نمیشه آقای اندی تبلیغش رو داده ما اینجا پخش کنیم، من پخش میکنم یوتیوب میاد استاپش میکنه، باید براش بنویسم بابا این خود اندی خواهرش که منیجرشه اینه برای ما فرستاده، بعد کلی نامه نگاری دردسر دیگه. حالا سپتامبر 19 یادتون باشه حتما کنسرت اندی برید، ما مثل آقای شهرام اصلانی نیستیم بگیم کنسرت ابی نری. آقا ابی کلک زد گفت تور آخرمه، دوباره میگه تور آخرمه، شما اون تور قبری رو فقط به این دلیل رفتید که تور آخر اینه، دیگه نرو، اینجا رسمه تو آمریکا. این سلین دیان 10 بار تا حالا گفته بازنشستم، همشون نشستشون باز شده ولی بازشون نشست نشده. در صورت اینا رو ول کنید، میتونید به مردم بگید من خوشم نمیاد، من کنسرت نمیرم،
با این کاری که ایرانی ها میکنن، همین گوگوش رو نگاه کنید، کنسرتی که میذاره میکروفون میگیره جلو مردم، شما بخونید، بعد دو سه نفر میرن اون جلو میرقصن، این بدبختایی که این جلو پول زیادتری دادن باید کون اینا رو فقط تماشا کنن، شاید هم بدشون نیاد، بعد اونایی هم که بالا هستن پشت سر شما میخونن شعرها رو. خب من نمیدونم که سه نفر پشت سر من جیغ بزنن، عرقم خوردن قبلی که میاد بدنشون هم بو عرق میده، هم عرق خورده و هم عرق کرده و هم دیگه بیشتر از این نگه. خب نام ها، نام بچه عکس، این چی نوشتم خودم وقتا اینا یادتونه دم دادگاه ها نامه می نوشتن، می گفتن عریضه می نویسن یا شکایت می نویسن، بعد مردم سواد نداشتن. دوستان در دوره آقای شاه و باباش که 57 سال حکومت کرده بود، این مردی که انقدر مردم هنوز بی سواد بودن، بچه مردم رو از مدرسه و از ناز و نعمت می گرفت، تو سپاه دانشی برو تو فلان ده درس بده. آقا کجا بخوابم، کجا مدرسه است، برو کاری نداشته باش. چه داستانهایی پشت این سپاه بهداشت و سپاه دانش و دخترها و اینا هست، دیگه بعضی هاشون مجبورن هیچی نگن بماند. مردم بی سواد بودن، ولی وقتی یه نفر خطش بد بود میگفتن تو برو دم دادگاه عریضه بنویس. بعد میگن ملا نصرالدین برای هر کسی نامه می نوشته این دو بار پول می گرفته، یه بار مثلا سربی بی سواد می رفته پهلوش یه نامه می نوشته می بردن می فرستادن برای آقای اکبری، بعد آقای اکبری نامه رو که می گرفته می گفته سربی این کیه چی نوشته من نمیتونم بخونم، سربی ملا نصرالدین سوار میکرده میرفته خونه آقای اکبری، مینشستن اونجا یه چایی هم میخوردن. الان آبجو اینا هستی یا نه؟ سیگار رو گفتی ترک کردی بعد از اون ماجرای سکته و اینها. خب خلاصه مینشسته براش میخونده، این بوده که دو بار پول گیرش میمده بدخطی. یعنی تنها دکترها نیستن که اینقدر بدخط هستن و این بدخط بودنشون باعث مرگ و میر بعضی از مریض ها شده، باعث جرایی های اشتباهی و این برور شده. یه فیلمی دیدم، گفتم فیلم های بد رو بهتون نمیگم، این به نام پرستار فیلم خوبی میخواستن درست کنن ولی خیلی علکی، مثلا پرستاره حالا اینقدر رفته تو شغلش، نامزد اومده خونهشون رو میخوان عقد کنن، نمیره اونجا وای میسه، یه خانم میره تو خیابون که افتاده. خانم پلیس برای اینه، خانم اون آژان اورژانس برای اینه، شما زنگ میزنی اونا میان میرن. شما باورتون میشه من یه دفعه یکی از دوستامون زنگ زد گفت که من از دخترم خبر ندارم و دخترش هم حامله بود بنده خدا، من و همسرم رفتیم که ببینیم دختر ایشون خدا نکرده اتفاقی براش نیفتاده باشه. وقتی رفتیم تند رفتیم پلیس گرفتمون، ولی به پلیس گفتم من یه همچین چیزی، گفت اوکی تو برو من دنبالت میام. رفتیم اونجا در که زدیم آمد و دیدیم همه چی اوکیه، ما به پلیس گفتیم خیلی ممنون، گفت وایسا چی خیلی ممنون، من اومدم اینجا که به تو تیکت بدم، ولی چون یه نفر جونش در خطر بود اول جون اون میره بالای صفحه، بعد اگه میمدم اینجا در باز نمیکرد زنگ میزدم آتش نشانی و آمبولانس و اینا بیاد. خلاصه گفتیم بابا بگذرگم نمیشه، یه تیکت داد به ما، ولی ما روز دادگاه هم به همراه دوستمون که حامله بود و هم رفتیم دادگاه به قاضی گفتیم، قاضی هم خیلی خندید، بعد به اون گفت حالا بچت کی دنیا میاد، گفت مثلا 5 روز دیگه، گفت یادت باشه این تلفنای بی سیم جدید رو ببند به خودت، چون از این به بعد دوستان خوبی مثل اینا زنگ میزنن احوالت میپرسن اینا، بگذریم. این فیلم پرستارم اگه وقتی اضافه داشتید نگاه کنید، من خوشم نمیاد. میگه که کمال تشکر از شما، برنامه مردم تیوی بهترین است، خیلی ممنون متشکرم. بله خانم چرا حمایت نمیکنی؟ آقای ارچی شیخی فکر کنم ایرانیه، چرا تو ایران چرا حمایت نمیکنه؟ کاش که آقای زمانیان یه حسابی بدن ما بدیم به این دوستانی که تو ایران هستن، اینها کمک کنن. آقای زمانیان هم برای خودش فیلتر دولتی بخره، هم اینکه اگه چیزی باقی مون ما یه زمانی رفتیم ایران با هم بریم یه قهوه خونه دیزی بخوریم یا کباب بخوریم. آقای اردشیر شیخی از خنده افتاده رو زمین داره میغلطه، میگه قول علامه سربی نشستشون باز شده. آقا این داستان خود منه، من سال 2000 حالا ببین 21 سال پیش
گفتم آقا این چیه که همه میرن که پیر بشن، دیگه نه چشم دارن نه گوش دارن نه دست دارن نه پل پا دارن نه حلق دارن نه خوراک و هاضمه دارن، اون وقت بازنشست میشن. من میخوام برم بازنشست بشم الان استفاده کنم، بعد که بی پول شدم برگردم شب و روز کار کنم. از اون روز تا حالا ما امید آرزومون موند که یه روز آف باشیم. بعضی از دوستان میگن سوربی چطور شد تو میخواستی بازنشست بشی؟ گفتم والا نشستمون باز شد ولی بازنشست نشدی. اینم در رابطه با بازنشست. تو آمریکا بازنشستگی موجود نیست. یه خانمی دیدم بنده خدا با ذوق نوشته بود که من 5 سال پیش تصمیم گرفتم زندگی خودم را بسازم و آمدم آمریکا و امروز نمیدونم لیسانس شدم فلان. منم براش نوشتم که دوست عزیز به آمریکا خوش آمدید، امیدوارم پشیمون نشید. اینم از این. و شما بیا ایران پذیرایی از من با کباب کوبیده درجه یک. این آقای زمانیان برای من تعریف کرده که از بعضی ها که طلبکاره میره به جاش پیتزا میگیره، میره به جاش کباب میگیره فلان اینا. تو ایران هم پول در آوردن دوستان واقعا مشکله. بگذاریم از خیلی هایی که دزدی میکنن، اختلاس میکنن، آقازاده هستن. البته آقای زمانیان برای من نوشته بود که برنامه شما قطع وصل میشه. امروز برام ننوشت که حالا از فیسبوک نگاه میکنه، از یوتیوب نگاه میکنه چگونه هست. یه نفر یه کاری انجام داد اینجا که یه صدایی اومد. فکر کنم ما یکی از این پیام میامای فیسبوک رو صداشو میبندم که شما این صدا رو متوجه نشید. خب دوستان بگید به ما از کجا هستید. خب اینایی که رو فیسبوکن احتمالاً از فیسبوک دارن تماشا میکنن. صدا و تصویر ما چگونه است؟ هماهنگ هست یا نه؟ حالا دیگه میترسم دست بزنم. میدونید چرا؟ آقای زمانیان گفت اون روز که دست زدی بعدش قطع شد. والا بلا. حالا ممکنه اینجا میگن کوینسیدنت، یعنی تصادفاً اینجوری شده. بعضی هم به شوخی میگن کوین کدی. ممکنه تصادفاً اینجوری شده، همین من که دست زدم اینترنت شما قطع شده و اینا. ولی اون جریانی که شما توضیح دادید من میدونم. به اینها میگن پراکسی. مثل کارت تلفنایی بود که این شرکت جی ال ویز آقای عطا، نمیدونم الان دیگه فامیلش یادم رفته، دوست بهاییمون، این میفروشه و اینها. اینا پراکسی میکنن، اینا یه خط میخرن میکننش 10 قسمت. اینترنتی هم که کافه نت به شما میده، این اینترنت یه اینترنت استاتیک ایندیویجوال نیست. شما با یه عده دیگه، مثال خوبش آب لوله کشی شهره. قربون این شیراز برم، خدا پدر مادر این آقای نمازی رو بیامرزه که آب لوله کشی کشید. باورتون میشه شاه با این اتم اتومش آب لوله کشی نداشت برای شیراز، آقای نمازی آب لوله کشی کشید. آقای نمازی بیمارستان نمازی رو درست کرد، پسرش هم اینجا رفت زندان، حسن نمازی. بله، شیراز و آب لوله کشی. فکر کن آقای زمانیان اینترنت شما شیر آب سر حوض ما. ما وقتی میخواستیم آب بدیم به باغچه یا بریم حمام، باید بلند به همه میگفتیم کسی آب باز نکنه، من میخوام برم دوش بگیرم. منظور ما اهالی خونه خودمون نبود، منظور ما خونه اینوری و خونه اونوری بود که اونا هم دلشون رحم بیاد آب باز نکنن تا این سوربی بره دوش بگیری بیاد. چون داشتی دوش میگرفتی اینوری آب باز میکرد که مثلا آفتابه ببره توالت، یه دفعه شما یخ میزدی سرد میشد. این بود سیستم ایران. بعد یه عده شروع کردن که خدا از سر من و آقای بهروز قاسم زادم بگذره، این پمپای رو میذاشتن. به ما هم گفته بودن فقط جاهایی که 3 طبقه بیشتر باشن شما اجازه دارین پمپ بزنین، ولی طرف میگه آقا من و شما که رفیقیم والا ما آب نداریم، میرفتیم یه پمپ میذاشتیم. این تا روشن میکرد تمام آب کوچه رو ساک میزد، مکش میکرد، میبرد تو خونه. این خیلی از لوله ها رو پاره میکرد چون لوله ها کشش این همه فشار رو نداشت. اکبری میگه من از یوتیوب نگاه میکنم و از فیسبوک پیام میدم، الحمدلله دوتاش اوکی هست. خیلی خوشحالم، متشکرم. آقای امیر هوشنگ ساسان میگه فریدون هویدا نیست، راجع به امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت بوده. بعد من این توضیح دادم دوست عزیز. بله، من با فریدون هویدا 2 مرتبه تلفنی صحبت کردم، توی مراسم خاک سپاریش و یاد بودشم بودم، ولی هرگز آقای امیر عباس هویدا را ندیده بودم و ایشون هم که تو ایران کشته شد. ولی آقای فریدون هویدا به من گفت من 2 تا سوال دارم از 2 تا دولت که
که هیچ کدومشون پاسخ ندادن. از دولت شاه و دستندرکاران چرا برادر من رو زندان انداختین؟ از دولت آخوندا و شیخ و حکومت جمهوری چرا برادر من رو کشتید؟ بالاخره رفت آن که رفت، بود آن چه بود، امروز من و شما اینجا هستیم. آقای امیر هوشنگ ساسان، تا حالا من اسم شما رو ندیده بودم، بهتون خوش آمد میگم. سعی کنید یه نفر دیگر رو به زور هم اگه شده بکشید بیاری اینجا. یه نفر رفته بود رو مردم تیوی و دیده بود 6 نفر دارن نگاه میکنن، برای من نوشته بود راستی راستی شما برای 6 نفر برنامه پخش میکنی؟ گفتم آقا من دبیر بودم، ما وقتی میریم کلاس شلوغ خیلی خوشحال نیستیم، کلاس خصوصیه که یه نفره، چای برات میارن، شیرینی برات میارن، پولم بهت میدن. این تلویزیون مردم مثل کلاس خصوصیه، معلم سرخونه است. بعدم چه کار کنم آقا، چه کار کنم که حالا 1000 نفر بیان؟ حالا اونایی که 1000 نفر اومده نشسته، آقای شهرام و همایون میگه آقا خیلی خوشحالم امروز 1500 نفر اینجا هستن. آقای معیدی، بیچاره آقای معیدی کووید گرفته، امیدوارم حالش خوب بشه. دیدم با همون حال بد با این شهرام و همایون داره مصاحبه میکنه. آقای شهرام و همایون این کارو نکن، آقا دروغ نگو، نگو من با دکترهاش صحبت کردم اونا اجازه دادن. مریضی که کووید داره از لحاظ نفس کشیدن مشکل داره، چون ریه‌هاشو آب گرفته. اون وقت دکترش باید احمق باشه که به شما اجازه بده باهاش صحبت کنی. خود آقای معیدی باید نادان باشه. خب مریض بنده خدا تو این حال بعدم فکر میکنه فردا ممکنه بمیره، میگه حالا حرفم من بزنم، عاشق حرف زدنه. آقا نکنید، اینقدر دروغ نگید. مردم الاغ نیستن، مردم خر نیستن، مردم عقل دارن، هوش دارن. شما وقتی میری تو قسمت کووید تو رو وارونه میکنن که به این وسیله نفس بهتر بره تو ریه و اینها. حالا اون دستگاهی هم که اتفاق سعید کشیده بود که حالا ماسک میزنین یا این آهن رو بکنین تو خیرتون. اینجوریه، شما خودتون خواستید و به تبع بینندگان هم خواستن. با این چیزا ما رو خر نکنه آقای شیخی، برو دنبال یه جوری که ما رو حمایت کنی. خب ما برگردیم به این خط زشت و اینها. من یه جایی نوشتم کشیک عکس، حالا ببینم میتونم پیداش کنم. کشیک اولم صبح خوندمش کشیش، فکر کردم کشیش بیمارس، کشیش کلیسان، ولی دقت که کردم نوشته بود کشیک. حالا بیارم اینجا. دوستان واقعا این دنیای مجازی یه دیوانه خونه ای هست که نگو و نپرس. حالا کجا من اینو میتونم پیدا کنم؟ کشیک، اینو بیارم براتون بخونم. به نظر من جالب بود که بعضی از این دوستا هم ذوق نویسندگی دارن، هم واقعا دوست دارن با مردم در تماس باشن، ولی بعضی وقتا چیزایی که می نویسن بیش از مزخرف نیست. اینجا حالا این اسما و شماره ها قاطی شده، من بیام H A B C D E F G H آها کشیک پیداش کردم، یا اگه بشه حتی بیارم بذارمش تو این دستگاه ببینم عکسش، شاید هم پیدا بشه، نمیدونم. پلیر 3، شما چیزی میبینید اینجا؟ خب حالا ببینیم چه خواهد شد، من براتون میخونم اگر ندیدین. من اینو میذارم که بله، میگه که شهرام امیون در کلاب هاوس داشت میگو از اپوزیسیون دیگه مایوس شدم، عمرم فنا شد. خب حالا برو یه کار جدید پیدا کن، برو داروهایی که خانم درست میکنه بگیر سر چهار را بفروش. خب ببینیم چیه. اینم از این کشیک، من براتون میخونم اینو. یک خانمی به نام سبا، اس ای بزرگ دی کوچیک، اینا هم من نمیدونم، بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم که بهتر دیده بشه. واقعا اسم نوشتنمون دیوونه بازیه، عکس گذاشتنمون دیوونه بازیه. یه احمق یادتون هست این دلغک محمد حسینی، این ملیجک آخوندا بوده، دلغک سینما و تلویزیون ایران بوده، فکر کرد حالا بیاد آمریکا، گویا یه مسائلی هم داشته، ولی فکر کرد حالا بیاد آمریکا، اینجا ما میریم جلوش پیشوازش. این آقا رضا که اینجا رستوران داره، گفت آقا این اومده به من میگه بیام برنامه بذارم. گفتم بد نیست، بعضیا خوششون میاد، ولی آدم بی تربیت و لوسیه، حالا بذار ببین چی میشه.
بعد گفت آقا این پوفیوز به من میگه که اینجا که بیشتر از 150 نفر جا نمیگیره. گفتم آقا تو بیا، شاید 3 نفرم نیومدن، بیا اینجا 150 تایی که اومدن، اون 1000 تایی که بیرون میمونن بهشون میگیم هفته دیگه میریم سالن فلان دانشگاه رو میگیریم. خلاصه این مرده که حالا یادتونه برنامه‌ای با نام ریستارت و یه مش از این احمق‌تر از خودش بدبخت جوانای احساساتی رو دور خودش جمع کرده، حالا یه مشتم که میگم ممکنه 3-4 نفر باشن ولی اینا همه فکر کنن میلیونی. یکیش اومده به من اسمم گشته سیمرغ 12، بهش گفتم آقا من با تو حرفی ندارم، برای که مطمئن هستم تو خود همین دلقک هستی، اگر با اسم خودت با عکس خودت بیای توی اسکایپ باهات صحبت میکنم، برو خرتو بچرون. اینم از این. نگاه کنید این خانم سباز SAD نوشته، من نوشته کشیک هستم، فصل تعطیلاته، شهر خلوت و آرومه، خیلی ها رفتن سفر، خرابی ها نسبتا کم شده، ساعت 9:30 شب به خودم گفتم تموم دیگه. دوستان نگاه کنید 9:30 شب، حالا من نمیدونم این اگه تو ایرانه، ایران که تازه میگن مردم 10 تا 12 میرن بیرون شام میخورن، بعد تازه میرن خونه همدیگه. ما سال 2005 وقتی اومدیم 3 هفته ایران، طرف ساعت 11:30 زنگ میزد میگه من دارم میام دیدنتون، میگه آقا ما خوابیدیم لباسمون در آوردیم تنبون پامونه، میگه ای بابا تو ایران تا 2:30. حالا نگاه کنید این خانم اولا ننوشته کجا، ایران، افغانستان، شیراز، شمال، جنوب، ننوشته، فقط نوشته کشیک هستم، تعطیلات تا به تعطیلات، خلوت آروم، خیلی ها رفتن سفر، خرابی ها نسبتا کم شده. چه خرابی هایی؟ بگذاریم. ساعت 9:30 شب به خودم گفتم تمام دیگه، تا صبح خبری نیست، پیژامه رو پوشیدم و ماست و سیرم رو خوردم که دیگه عمیق بخوابم. دوستان نگاه کنید، به شطور گفتن چرا فلانت پسه، گفت آخه تو نگاه کن من چیچیم مثل همه کسه. ما یه روزی هم به شطوری نگاه کنیم ببینیم واقعا فلانش پسه. این ایران نگاه کنید، طرف کشیکه، خدا شاهد دوستان همین آقای فیلابی که حالا بعضیاتون میگین قرارداد از شهرداری گرفته و اینا، این بنده خدا و من و اینا با پوتین کار، با لباسای مخصوص، با کلاه ایمنی شب تا صبح با وای میسادیم، کلاه رو فقط تو آسایشگاه میتونستیم در بیاریم، اینم نه لخت بشیم پیژامه بپوشیم ماسو موسیر یا ماسو سیر بخوریم. حالا شما نگاه کن این آنکاله، من نمیدونم این امرجنسیه، این شبان کیه، طرف ننوشته فقط نشته کشیک هستم. ساعت 9:30 شب به خودم گفتم تمومه دیگه، تا صبح خبری نیست، پیژامه رو پوشیدم و ماسو سیرم رو خوردم که دیگه عمیق بخوابم. هنوز قرقره آب نمک تموم نشده نشده، موبایل زنگ زد. چی شده این وقت شب؟ اپراتور میگه یه خانم مسن علیل نمیتونه بره به واحدش در طبقه 8. این احتمالا یا شبا بود، من نمیدونم چی کار است. هیچی دیگه، گیج و ویج ماست و سیر رو زدم به خیابون. نگاه کن هیچی دیگه گیج و ویج ماست و سیر زدم به خیابون. رسیدم میبینم خانمه همینجور رو به در آسانسور منتظر، میگه آسانسور نمیاد. دکمه رو زدم، آسانسور اومد. بهش میگم برای اینکه آسانسور بیاد باید این دکمه رو بزنین. یه نگاه به حال روز بنده خدا کردم، عصبانیتم تبدیل به احساس درماندگی شد. درماندگی در برابر جبر زمان. شاید یه روزی هم من بشم این خانم مسن. این ماجرا، یکی رو بد خواب کنم، فقط به این دلیل که یادم رفته کلید آسانسور رو فشار بدم. دکمه باید بگی نه کلید آسانسور. ماست و سیر حیف شد، تبخیر شد، خوابم نمیبره، جرأت ندارم دوباره ماست و سیر بخورم، زیادیش مصیبت بیحالی فردا رو داره. پنجره ها رو باز کردم، هوا خنکه، بوی پاییز میده. اون بالا میگه فصل تعطیلاته، این پایین میگه بوی پاییز میده. یه زمانی بوی پاییز کلی هول حالم میکردی، هم چیزی ما اصلا دیگه نمیتونیم فارسی هم بخونیم. حالا اما حال کیلوی چنده، هوا خنکه، پتو گرمه و این همه حالیست که دارم از زندگی میبرم. کشیک های زیاد، کار زیاد و دیوانوار. از خودم میپرسم چرا، مگه مجبوری آخه؟ آره مجبورم، کار تنها چیزی که از حس زنده بودن برام مونده. دوستان
خداییش من خواننده باید از نوشته این خانم سبا فلانی چه احساسی برداشت کنم که نمیتونم، نمیفهمم، من دارم کم کم فکر کنم من خر شدم، خل بودم حالا خر شدم، خل بودم خلتر شدم، خر بودم خرتر شدم. این آقای سلامی حتی تو شیراز شعر میگفت، یه چیزای بدی هم تو کیفه توش نشون میداد. روزی که من دبیر شدم این دوستمون رو یه شعری از این خرید آورد که سربی کی گفت معلم بشی، خر بودی خرتر شدی، خل بودی خلتر شدی. اگه کسی این شعر رو داره برای ما بفرسته تا بخونم. آخه این چیه شما نوشتی؟ و ما با عنوان یک خواننده باید چی کار کنیم؟ نام بچه، بابا درست نوشتم اینجا، گفتم نام بچه بعد گفتم تام بچه، اینم براتون بخونم. خب 2 دهه پیش رفتم برای پسرم شناسنامه بگیرم. این را آقای جلال حسینی نوشته، به نظر من قشنگه. از این نوشته ها هم ما زیاد دیدیم قبلا، برای دوستان هم خوندیم. فکر کنم اینجوری اگه نشونتون بدم میتونید شما هم بخونید، نه؟ بله، آقای جلال حسینی میگه که 2 دهه پیش رفته بودم برای پسرم شناسنامه بگیرم، کارمند سجل نویسی. آقا کارمند ثبت احوال، سجل یا همون سجلد مال دوره پهلویه چی بوده و بعد هنوز فکر کنم دوستان بهایی استفاده میکنه. خلاصه قیافه استاندارد حزب اللهی داشت، کت شلوار سرمه‌ای، پیراهن سفید بدون یقه که بسته بود، انگشتر، تسبیح و جای کمرنگی از مهر بر پیشانی. پرسید اسم آقازاده، جواب دادم لطفاً بنویسید. من نمیدونم این چیه، مغیره است یا مغیره. دوستان زبان فارسی خیلی اشکال داره. یه دوستی من گفت که این مادر بزرگای ما چجوری قرآن رو حفظ میکردن. گفتم اولا خیلی هاشون همین که میگی حفظ میکردن، نمیخوندن. بعد گفت بالاخره باید میخوندن تا حفظ کنن. گفتم not necessarily، خیلی ها همینجوری براشون میخوندن، اینا هم یاد میگرفتن. مثل شما شعر دوستت دارم میدونی که این کار دله، مگه هیچ وقت خوندی؟ ولی چون سوسن میخوند شما تکرار میکردی چیز شد. بعد از اون گذشته زبان عربی به خاطر ا او ان ان اون تشدید همزه فلان اینا که میذارن توی شکلش، خوندنش آسونتره. ممکنه نفهمیم ولی خوندنش آسونتره. الان بهتون میگم، شما کلمه مثل رو نگاه کنید. بعد این یکی از دوستان نوشته بود برای مثل یا مثل، این دوتاش یکی، من الان نمیدونم کدومش بخونم. خلاصه اسم آقازاده رو چی بنویسیم؟ این بهش گفته یا مغیره یا مغیره یا مغیره. بنده خدا متعجب پرسید چی؟ منم تکرار کردم، گفت حالا چنین اسمی من نشنیده بودم، نمیدونم مجوز صدور داریم یا نه، اجازه بدهید استعلام کنم، شما فردا تشریف بیاورید. گفتم چطور نمیشناسی؟ اصلا اگر مغیره بن شعیبه یا بن شعبه به ایران حمله نمیکرد که نور اسلام به دل من و تو نمیتابید و تو با این قیافه اینجا نمی نشستی. شما اسامی سعد وساق و خالد ابن ولید را نشنیدی؟ خب حضرت مستطاب مغیره هم فرمانده لشکر زرهی سوم بود دیگه، بچه باهوشی بود، زود گرفت، کلی آن روز خندیدیم. جریان عکس سفرهای روس و انگلیس چند هفته پیش یادتان هست؟ اعتراض را انداختیم ولی یادمون رفت تا سال 57 اسامی روزولت و چرچیل و نام خیابان‌های ما همین‌ها بودن. بعد از اون هم بهتر نشده ها، یعنی اسامی کسانی بر خیابان پایتخت بود که ایران را تصرف کرده بودند و مخصوصا انگلیس بلاها بر سر ایران آورده بود و حتی شاه ایران را به تبعید فرستاده بودند، ولی ما از سر سخاوت و مهمان نوازی کماکان احترام آنها را حفظ میکردیم، بگذاریم که اسامی بچه های خودمون را هنوز هم اسکندر و چنگیز میگذاشتیم و میگذاریم. خب ببینید این یه نوشته ملموسه، آدم یه چیزی ازش میفهمه. باز این جوک بود قدیما، میگفتن یه نفر رفته تو همین ثبت احوال، میخواسته که این که ثبت اسناد نیست، ثبت اسناد برای خرید ماشین و زمین و ازدواج و اینا بود، این ثبت احواله، یا شاید ازدواج هم توی ثبت احواله، چون زن که میگیری یا احوالت خوش میشه یا احوالت داغون میشه. بذارید من اینم پاک کنم، نام بچه پاک. و اونم گفته بود مثلا میگیم بردیا، طرف گفته بود آقا
ما که بردیا اسلامی نیست، نمیشه بذاریم. گفته بود آقا شما از کجا میگی اسلامی نیست؟ 124,000 پیغمبر خدا فرستاده، برو کتابت رو بیار. یکیش اسمش بردیا بوده، گفت اون طرف هم گفته آقا برد برو. خب نام بچه، عکس و اینها. دست مزدوران امپرالیسم از شهدای حزب ما کوتاه، حزب کار ایران طوفان. این ماجرای حمید نوری و دادگاه سوئد همچنان ادامه دارد. یه عده از این نمد میخوان کلا بسازن. اولینش ایرج مصداقی، دومینش کاوه موسوی، سومینش بهبانی عقب افتاده معتاد، چهارمینش مجاهدین. مجاهدین دیر دوزاریشون افتاد. اول گفتن این به جایی نمیرسه، فلان بیسار، رفتن کنار، همچین که دیدن داره به یه جایی میرسه اومدن جلو. حالا هر روزم هی میرن عکس چاپ میکنن میارن، هی وای میسن پشتش. حزب کار یا طوفان، نمیدونم اگه حزب کاره چرا اسم گشته طوفان. اونا اعتراض کردن و میگن اینجوری: آقای ناصرالدین حسن ارشاد، ثبت ازدواج و طلاق. راستی چرا این دفاتر رسمی مینوش ازدواج شماره 1، طلاق شماره 157؟ یعنی اول ازدواج کردن هیچ خبری نبود، بعدن شروع کردن رفتن اجازه طلاق گرفتن. دوستان بعد از برنامه من یک مصاحبه‌ای آقای حسن ارشاد با آقای دکتر مهدی خزعلی انجام داده و این از کانال یکم پخش شده. این هفته ما این برنامه رو به جای برنامه‌های عادی آقای حسن ارشاد از تلویزیون مردم پخش می‌کنیم و من امروز چون برنامه‌مو زودتر تموم می‌کنم، ممکنه 3:30 برم از اینجا، اون وقت مهمان عزیزی در راه دارم که اگر این دو روزی که این دوستان اینجا هستن دلشون خواست، ممکنه با شما یه مصاحبه و گپ و گفتگویی هم داشته باشه. و چی داشتم میگفتم؟ آهان، مصاحبه آقای حسن ارشاد رو. آقای ارشاد حالا که اینجا هستی خودت لینک فیسبوکیش رو لطف کن اینجا بذار، چون میدونم یوتیوب اذیت میکنه و هر میداره و منم فوری تا دیدم رفتم روی یوتیوب ضبطش کردم تو سیستم گذاشتم. امروز چون من زودتر میرم، بعد از برنامه خودم آقای حسن ارشاد رو میذارم، یه بار دیگه بلا فاصله تکرار همون برنامه است. عصبانی نشید، جیغ و ویغ نکنید و همون جوری که بهتون گفتم سیستم جدید تلویزیون مردم جدید نی، برای ما جدیده. 12 ساعت شما میتونی عقب جلوش کنی. یعنی اگر نگاه کردی برنامه آقای حسن ارشاد رو تا آخرش دوباره شروع شد، میتونی اینو ببری عقب، برنامه کانون آوا رو نگاه کنی، برنامه سوربی رو نگاه کنی. همونجوری که بهتون گفتم شاهین این هفته برنامه نفرستاده، امیدوارم از شاهین اصلا، از شهرام اصلانی و اینا نفرسه، که اگه بفرسه من به خاطر شر برای این اون تبلیغ مجانی کنیم، بذارید ما هم مثل دیگران چشم تنگ بشیم. به شاهین گفتم آقا شما به این شاهین اصلانی بگو که این 90,000 تا فالوورت که ما میدونیم دروغه، مگه میشه 90,000 تا فالوور داشته باشی و تو یک نفر رو فالو نکنی؟ و بهش بگو آقا برای ما یه ویدیو اونو بذار رو اینستاگرامت اگه 90,000 تا داری و ببین اون چند تا. اینجوریه، من اولین تلویزیون ایرانی هم که فیلمای دیگران رو نشون دادم، اولین تلویزیون ایرانی هم که برنامه‌هاشون رو یه صفحه دادم به این کوین درست کرد، رادیو تلویزیونای دیگه، اولین تلویزیون هم که روزنامه‌ها و مجله و اخبار و اینها رو گذاشتم. شما اگر می‌خواستی لغت‌نامه لازم نبود برید ده خدا رو بنده خدا از خواب ابدی بیدار کنی، لینک اونا رو گذاشتم. بعد دیدم آقا نمیشه، به قول همین سعید کاووسی اگه باشه هنوز یا فقط نیامده باشه متلک بگه بره، ما ایرانی ها چشم تنگ هستیم. حالا این مسخره میکنیم چینیزا و ژاپنیا و کره‌ای و ویتنامیا، ما چشم تنگ یعنی نظر تنگ، بخیل هستیم. آقا تلویزیون ها به جایی رسیدن که دیگه نمیتونه بگه من مهمون هفته آینده آقای نیساری رو میارم، چون 10 نفر به نیساری، برنامه ما کلا 6 نفر نگاه میکنن، ولی 10 نفر به نیساری زنگ میزنن میگن آقا اونجا نرو، مأمور جمهوری اسلامیه. من بهشون یاد میدم، میگم بهشون بگو تو چرا اونجا نگاه میکنی، من میام اونجا که تو برنامه منو ببینی. در صورت برنامه بله میگن دکتر خزعلی و این آقای خیلی ممنون که منو تصحیح کردید، چون دیدم شماره 600 و فکر نکن من ننوشته بودم، حالا که اومدی نوشتم. آسف کن آقای
حسن ارشاد، بله با دکتر مهدی خزعلی 644. از قول من هم سلام به ایشون برسون، هم ایشون با وجودی که به نظر میاد تو بعضی برنامه ها با اونایی که مخالفن صحبت میکنه، ایشون خیلی میترسه با افرادی که مثل من یقشو میخواد بگیره بگه آقا تو هنوزم نمیدونم از بر بابات میخوای استفاده کنی، از مقام بابات میخوای استفاده کنی فلان اینها. یه دو بار برش نوشتم، ایشون هی به من گفت خب من دیروز با فلانی صحبت کردم اونو نگاه کن. خواستم بگم خب اینجوری شما با یکی که مصاحبه میکنی این فیلمو بذار، بعد برای دیگران فقط آدرسش بفرست. درصد ممنون، متشکرم. نشست 644 سرای اهل قلم، مقدمه بحث باعیت با حضور استاد حسن ارشاد. آقا من برنامه هفته قبل شما رو هم نگاه کردم، واقعا داغون کردی این دوستان بهایی رو، دوستان بهایی رو که خودشون رو زدن به خواب بودن. ولی اون دوستان بهایی که بیدار هستن یا خوابیدن، شما با این چیزا بیدارشون کردی. خیلی ممنون، ایشون لینک رو گذاشت و ما هم همونجوری گفتم بعد از برنامه من دو بار برنامه آقای حسن ارشاد رو میذارم، بعد از فردا میشه همون یه بار برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه سربی، برنامه کانون آوا و یه برنامه یک شنبه هفته قبل بنیاد دماوند داشت با آقای امیر حسین لادن. چون یکی دو هفته هست آقای امیر حسین لادن نتونستن، وقت نکردن مهمون ما باشن، ما اون رو هم گذاشتیم. پس 4 تا برنامه داریم. پس تلویزیون مردم بهترین جایی که شما بیاد توش برنامه بذاری. سربی بهت میگه روز یه بار پخش میشه، ولی روز 4 بار پخش میشه. تازه حالا که دیگه مهم نیست روز یه بار پخش بشه، هر ساعتی از شبان روز شما بیای میگیری این ویدیو رو، میبری عقب، میاری جلو و برنامه های دیگر رو تماشا میکنی. میخوای نشونتون بدم؟ الان نشونتون میدم. چشم، اجازه بدید ببینم که اینجا میشه یا اینجوری میشه. بله، این مردم تیوی رو باز میکنیم، صفحش رو میاریم اینجا، مردم تیوی این، و میکشیم میاریمش اینجا. بله، کجا میشه؟ این همه بردیمش اون ور، تازه اومده اینجا. اوکی، یادمون میره این صفحات و فلان و اینها. بله، این مردم تیوی دوستان، این صفحه ما هست که هم به فارسی نوشته مردم تیوی، هم به انگلیسی نوشته. و وقتی شما میاین اینجا، ما برای که مزاحم مردم نباشیم گذاشتیم شما به اختیار بیاین و این پلی رو بزنید. حالا امروز فردا یه چیز درست میکنم که اینجا بنویسه اینجا را کلیک کنید، یا به انگلیسی هم بنویسه کلیک هیر که شما بفهمید. چون این بعضی از دوستان گفتن این رنگش تو قرمز معلوم نمیشه، گفتیم چشم. ببینید دوستان، اینجا وقتی این برنامه رو کلیک میکنید، ببینید این زیر، این زیر این خط قرمز، این 12 ساعت برنامه است. اینو میتونید بیارید عقب. الان ببینید میره ویدیوی آقای لادن، میتونید ببریش عقبتر برنامه های دیگه، میتونید ببریش برنامه گوگوش، میتونید ببریش برنامه خود آقای ارشاد رو نگاه کنید. باز حالا از اینجا بهتر، این کنار نوشته یوتیوب، ببینید این پایین نوشته یوتیوب. اولا بهتون گفتم شما روی این ستاره یا روی این چرخ دنده اگه بزنید، اگه یه نفر ممکنه مثل سوربی تند حرف بزنه، شما میای بهش میگی یواش آهسته، سرعتش کم میکنید. اگه یه نفر مثل آقای رضا فاضلی فسفس میکنه و یه نگاه به تلویزیون میکنه و ناز میکنه و فرح و هرش صاف میکنه و کراوات صاف میکنه و حرف میزنه، شما میشونید سرعتش زیاد کنید. ببینید سرعت میشه نصف، دو برابر، یه برابر و نیم و الی آخر. بعدم بیان اینجا دوباره یوتیوب، اینجوری دیگه میبرتتون توی صفحه خودت. یه تبلیغ هم میبینی بابت این تبلیغه، برای هر کدومش که شما نگاه میکنین 2000 تومن به ما میدن. 2000 تومن نمیشه آقای زمانیان، 2 سنت میشه چند؟ اگه بگیم دلار حتی 25000 تومن باشه، 1/25000 تومن میشه چقدر؟ اینا هم میتونید اسکیپ کنید آگهی رو، ولی لطف کنید دوستان به این زیر مردم تیوی جوین نوشته، یعنی به ما بپیوندی. این از پیپل هم حتی بهتره، هیچ اینفورمیشنی از شما به دست ما نمیرسه. اینو کلیک میکنید، میگه میخوای ماهیانه 3.99 بدی، 7.99 بدی، 29.99 بدی، 99.99 بدی و الی آخر. پیشا پیش ازتون ممنون و متشکر و تشکر میکنم. پس بعد از برنامه من
به برنامه ویژه آقای حسن ارشاد که درباره بهائیت و میگه اتفاقا بهائی‌ها دشمن کلیمی‌ها هستن چون با صهیونیستا فکرشون یکیه. دوستان راجع به صهیونیستا من یک خلاصه‌ای درباره آقای بیژن خلیلی باهاتون صحبت کردم. انسان بسیار خوبیه یا انسانی هست که خیلی خوب میتونه تظاهر کنه به خوب بودن. من سالها پیش با ایشون دوست هستم، هنوزم هستم، چند مدت پیش زنگ زدم کتاب خریدم ازش و میبینم که اینا واقعا دیوونه، نجات پرست، خود پرست. میدونید که این صهیونیستا باور دارن اینها قوم برگزیده هستن و فقط اینها میرن بهشت. ولی ازش اگه بپرسی آخه تو کتاب خودتون، خدای خودتون گفته شما باید سرگردان باشی، میگه ببین اون ماشین چرنگی بود از اونجا رد شد. خب دست مزدوران امپریالیست از شاهد آن. این دوستان توی حزب کارگر ما وقتی هم مینویسیم هی میریم جاده خاکی، اعتراض کردن که چرا مجاهدین و دیگران حالا دارن میان چی میگن اینایی که سوار موج میشن، آهان یه موجی درست شده اینا موج سواری میکنن، یا به قول خود من که گفتم اون موسوی ها، کاوه موسوی و ایرج مصداقی هنوز جنگ دادگاه رو نبرده، سر قرامش دارن جنگ میکنن. میدونید که ایرج موسوی با اون خنده ملیحش توی تلویزیون های مختلف هرچی میاد میگه، یه تبلیغ کتاب و یه تبلیغ فیلمی هم که ساختن، فکر کنم آقای سروستانی براش فیلم ساخته، نمیدونم در حسولم. اینم از این آقای نادر گرامیان اینجا نوشته بودم ولی چون بهشون تماس گرفتم گفتم من ساعت 1:30 شروع میکنم به خاطر شما. نادر گرامیان، دکتر نادر گرامیان، نویسنده، محقق، روزنامه نگار، کتابها و مقالات ایشون رو مجانا دریافت کنید. اگر کسی میتونه به اصطلاح لینک فیسبوک آقای گرامیانم اینجا بذاره من ممنون میشم، تشکر میکنم و با خودشون مستقیما تماس بگیرید. این تماس مستقیما با این دوستان خیلی کار پسندیده و خوبیه که من همیشه پیشنهاد میکنم و هر کی میگه آقا شماره تلفن اون فلان، میگم به اون میگم بهت زنگ بزنه، بعد که صحبت میکنن میگم که خودتون با هم صحبت کنید، من این وسط نندازیم. باور دارم اگر من با آقای اکبری دعوام بشه، مثل الان که سر هیچ با سعید دعوامه، حالا من با آقای اکبری دعوام بشه، سعید بخواد بیاد میونجا میگیم یا چی میگیم، میانچی، نمیدونم، ما میگفتیم میونجگری نکنه، نمیدونم در اصل یه مشت من میزنم میخوره به جایی که با اکبری بخوره میخوره به چیز. این اکبری قیافش میاد بوکسور باشه، یه مشت هم اکبری میزنه به سعید بیچاره که حقشه. سعید بعد از این حرف حقی که من زدم اینجوری یه دفعه دل خور بشه، اینجوری به تریش قباش بر بخوره، حقشه که هم من یه مشت بهش بزنم، حالا لگد رو نگفتم، هم اکبری. در اصولت مواظب باشید به میان دوستانتون اسیر نشین تو دعوا. اینم از این. دوستان منی که آمریکایی هستم وقتی شهروند میشم قسم میخورم که من حتی حاضرم برم برای آمریکا بجنگم، بعد حق دارم در کارهای ایران، انتخابات ایران دخالت کنم، فضولی کنم. ای بارها گفتم، حتما میدونید اونایی که بیننده قدیمی من هستید، من آرزوم اینه که این دو پاسپورتی از بین بره. البته باز ایرانی ها یه کاری میکنن یه جایی، ولی دو پاسپورتی تو دنیا از بین بره. میدونید که یکی از این همکاران شارلاتان ترامپ 15 تا پاسپورت با 15 تا اسم مختلف داشت. ایرانی ها همین ماجرا که گفتم ما تنها سودی که از پاسپورت ایرانی بردیم این بود که 2.5 ساعت معطل شدیم. یکی ما گفت آقا اگه پاسپورت ایرانی داشته باشی ترکیه ازت پول نمیگیره. وقتی رفتیم اونو نشون دادیم، گفتن بفرمان یار کاداش، نمیدونم فلان، همچی که رفتیم اونجا صدا زد گفت آر کاداش بیا این عکس گرفتیم، این پاسپورتت که باطله. گفتم میدونم. بعد گفتیم چیکار کنیم؟ گفت برو بیرون باید $30 بدی بیا. حالا رفتیم بیرون میخوایم بیایم تو، اون آقایی که چک میکنه میگه آقا چیز هستی، تو ترکیه هستی، کی رفتی بیرون؟ میگم بابا تاریخ و ساعت چه، نگاه که من نیم ساعت پیش اینجوریه، اینم این پاسپورت، اینم این پاسپورت.
حالا اصلا 2.5 ساعت تو گرما برای $30 ما به خودمون فوش دادیم. خب آقای گرامیان خودش لطف میکنه برای من همه کتاباشو میفرسته. خب تام لطف کن لینک صفحه فیسبوک آقای گرامیان رو بذار اینجا. بیژن خلیلی: اگر همان کتاب فروش هست، محمود قربانی و فرزان دلجو گفتن کتاب ها را فروخت ولی $1 نداد. اینجا تا دلت بخواد از این داستان ها هست. سوربی میگه زیا آتابای پول من خورده، سوربی میگه اون آقای پرویز کاردان $2,600 پول من خورد، پرویز کاردان میگه نادر چی بود مال رئیس تلویزیون اندیشه، سوربی اون باید پول تو رو بده نادره، اونم میگن اسفامنش قلابیه عوضیه و از این. بله الان هم صدا و هم تصویر شما در فیسبوک عالیست. خیلی ممنون آقای امیر هوشنگ. اسم امیر هوشنگ خیلی اسم قشنگیه. من آقای امیر هوشنگ آریانپور رو دارم و ایشون واقعا هم اسمش قشنگه، هم خودش از لحاظ عقل و شعور و معرفت و اینها آدم بسیار خوبی هست. خیلی از شما دوستان به من میگید که از ایشون دعوت کنید باز تو برنامه ها باشه. من فکر نمی کنم حال احوال مساعدی برای برنامه دوستان. یادتون باشه برنامه گذاشتن گرما داره، سرما داره، التهاب داره، قبل از برنامه تپش قلب داره، فلان اینا. اینی که من سعی میکنم دوستانی که مسن هستن مزاحمشون نشم، مگر اینکه خودشون زنگ بزنن، پیغام بذارن، بگن سوربی اینو گفتی، نه بابا من هنوز ماشاءالله اینجورم اونجورم، 3 دقیقه هم صحبت کنن. دوستان من باور دارم سوربی به عنوان شهروند آمریکایی باید در کارهای ایران دخالت نکنه. من میتونم مثل افغانستان که دخالت میکنیم، فسونی میکنیم، رأی میدیم، نظر میدیم، نه رأی، نظر بدیم، ولی این کارهایی که دیگران میکنن به نظر من این آمریکایی‌ها میگن hands off، یعنی دستو کوتاه کن. خب پیام های آقای بها ابهریه: عذرخواهی به ایشون بده کارم، بعد از اینکه ما اون روز یک کمی با هم دیگه کلکل کردیم و موهای همدیگر کشیدیم، وقتا خانوما که دعوا میکردن موهای همدیگر میکشیدن، ولی حالا میبینم توی فیسبوک و اینا هی میگن مثلا فلانی موه اونو کشید، باید بمانه، لابد از بس ایرانی ها آقایون موهای خودشون بلند میذاره، بمانه. بعد ایشون 2 تا پیام فرستاده بود. یکی از این پیام ها این بود که سالها پیش ایشون، یا مدت ها پیش، موقعی که حتی داور زنده بود مال تلویزیون رنگارنگ، به من گفت که اگه بشه فیلمایی که تو مصاحبه کردی با آقای شهبازی مأمور محافظ شاه، اگه اینا رو بگیری پخش کنی من پولشو میدم. من به داور که گفتم، گفت باید از من بخرن. ایشون گفت چند؟ گفتم ببین من اصلا کاری ندارم، شما خودت تماس بگی بخر، وقتی خریدی به من بگو که سرمی میخوام اینو نشون بدم، منم به همون نرخ سال 2006 میگم، چون اینا از قبل ضبط شده ساعتی $20، اگه بخوای هر روز نشون بدی ساعتی $10. ما سعی کردیم اینجا با انصاف باشه. اگر میگیم ساعتی $20، شما اگر 5 تا $10 هم بدی $50، 2 روز دیگه ما اضافه پخش میکنیم برای 7 روز دیگه. والا من نمیدونم کجا شما بری از این با انصاف تر باشه. و چرا دوستان حمایت نمیکنن نمیدونم، که ما جلو اون احمق وایسیم بگیم بابا ببین ما درسته 1000 تا فالوور داریم، خب 4 تاش هم میاد حمایت میکنه، کمک میکنه. ممنون و متشکرم. شاگرد بعد در کلاس مبصر شد. یه سالی من از هنرستان در میرفتم، آقای افراسیابی، منوچهر افراسیابی، امیدوارم زنده باشه و حالش خوب باشه، اینا میدونی که بچه خیابون قاهانی بودن اینا، من با فریدون افراسیابی که فری افراسیابی بود هم دوره سربازی بودم. توی بعضی از دوستان من میگن آقا تو انقدر از سربازی تو اینا میگی، ما باید میکنیم مثلا 30 سال سربازی کردی. نه من 2 سال سربازی کردم و سربازی بدی داشتم، تو 2 تا تیپ 2 تا لشکر همه زرهی و نمیدونم از این اوضاع و احوالا، و گرم بود، میرفتیم خرم آباد سرد میشد، میرفتیم کرمانشاه دوباره گرم میشد، میمدیم اهواز، بعدم که اومدیم شیراز حکومت نظامی و اینها. خلاصه این آقای افراسیابی چون به اصطلاح لطف داشت به ما، نمیخواست ما فرار کنیم از مدرسه. آقا فرار میکردیم بعدم نمیدونستیم کجا بریم، این خیلی جالبه. بعد این به من گفت که شما باید مبصر بشی. این رسم بود که بعضی وقتا بچهای شرور رو تو مدرسه میکردن مبصر،
این خود به خود شخصیتش عوض میشد، مجبور میشد فرار نکنه. بله ببینید دوستان، گفتم منتظرم، میگه بیا. چشم، on my way. ببینید اینجوریه آمریکا، on my way, I have everything ready for you. ببینید قشنگ، مرسی. خب دیگه منم ساعت 3 داره میشه، 10 دقیقه دیگه از حضور شد، 9 دقیقه دیگه از حضورتون خداحافظی میکنم. شاگرد بعد کلاس مبصر شده، مثال هنرستان آقای افراسیابی و منوچهرخان و فری رو گفتم، الان طالبان مبصر شده تو افغانستان. ببینید اونایی که تا دیروز خودشون رو منفجر میکردن الان کلانتری دستشه، بعد مصاحبه گره. آخ آخ آخ، این آقای افغانی که یه روز با تنبون میره مصاحبه، یه روز با شلوار میره، شلوار خشتکش اینقدره، و این فارسی هم میزنه اون پشتو جواب میده، این فارسی هم میزنه اون اردو جواب میده. بمانه این افغانستان دوستان 44 ساله، مثل که 1 سال قبل از ایران اونا انقلاب کردن و اینها. بعد داستان حکومتاشو میدونید، اگه کسی مایل بود چیز کنه. اینجا هم نوشتم که این آقای سیمرغ، سیمرغ افتر 12، این کارا کار حسین دلغکه، همین حسینی دلغک. به دیگه امروز گفتم آقا برو گم شو، من با تو حرفی ندارم، من فیسبوک دارم، ایمیل دارم، تلفن دارم، برنامه زنده دارم، اسکایپ دارم. اگر انسانی، اگر منطقی هستی بیا صحبت کن، اگه نیستی مثل این شماره، این شماره رو میگم دوستان، اینجا هم می‌نویسم، هر وقت از هر جای دنیا بیکار بودید به این زنگ بزنید. این فکر کنم یه آدم تنها و بیچاره و بدبخته، این زنگ میزنه، اینجا مسیج میذاره، من تا اونجایی که میشد مثل آدم هی براش صحبت کردم، براش من اینم می‌نویسم USA. این مال کالیفرنیا، این شماره 760 ناگفته نماند. این شماره تلفن 760 یه مقداریش کلک و عوضی بود و اینها، ولی زنگ بزنید، میره رو پیامگیر، براش پیام بذارید، حرف بزنید. شاید یه آدم تنهایی میخواد خودکشی کنه، شاید شما باعث بشید خودکشی نکنه. من متاسفانه وقت ندارم و این زنگ میزنه احمق، هرچی هم بهش میگم روی 202 زنگ بزن تا من بتونم صدا تو پخش کنم. برنامه داره نگاه میکنه، خانم فلانی با آقای فلانی حرف میزنن، این حتی بلد نیست. یادتونه یه نفر چند سال پیش تلفن و صداهای دیگه در میبرد، من تو برنامه یادش دادم که ببین به این میگن گوشی، به این میگن دهنی، مثل این که شما دهنی رو گذاشتی دم دهن پایین تو فلان، اینا حتی بلد نیستن. شما اگه یه جایی داره صدا میاد مثل این، مثل این بلنگو، اگه میخوای صدای این پخش بشه خیلی هم نزدیکش نبرا، مثلا بگیر اینجا، بگیر اینجا، چون این تلفونا میکروفونشون این پایینن، اقلن یه چیزی یاد بگیرین. بعدم دوست دارم یه پیام رو 202 همین احمق از 760 452 1990 بذاره، بگه فکر میکنه من چه کار میکنم. خب من تا میبینم این شماره هست و شما داری تلویزیون پخش میکنی، مال دیگران پاکش میکنم. واقعا فکر میکنی من چه کار میکنم یا چه کار باید بکنم؟ اگه آخراش حرف میزنی احمق، اشتباه میکنی، اقلا اولش حرف بزن. اینم بلد نیستی. چی بود اون آقای شیخی میگو که ای ایرانی خاک بر سرت، نمیدونم زنده با قدرت افیونی، پس خاک بر سر تو ای ایرانی. خب این قسمت رو بردارید بگی سوربی گو خاک بر سر تو ای ایرانی. خب بالاخره آزادی هست یا نیست؟ اینم یکی دیگه از این دوستانی که توی فیسبوک باشون آشنا شدم. اولا همشون ناامید، یه مشتی جوونه تنبل ناامید، همه منتظرن بلیت بخت آزمایی بخرن، برنده بشن و پولدار بشن و یا علی مدد. این خانم نمیدونم کیه، اسمش پلیر 3، بذارید اینجا من بهتون اینجا نشون بدم. پلیر 3 نپر دیگه وایسا. دوستان فقط ببینید اینا که مینویسن چی مینویسن اصلا. این من عکسی که گذاشتم اونجا براتون میخونم. من برای این خانم نوشتم که سلام، امیدوارم شاد و سلامت باشید. نوشته شما را دیدم که شاه در سوئیس درس خوانده. شما لطف کنید کمی تحقیق کنید. شاه در سوئیس
در مدرسه شاگرد خوبی نبود، دعوا میکرد، تقریبا اخراج شد. به همین خاطر وقتی برگشت ایران رضا شاه بسیار عصبانی بود، مخصوصا چون شاه برای ایران و ایرانی و پدرش سوغاتی که آورده بود یک مرد گردن کلفت بود به نام ارنست پرون. خودتان تحقیق کنید ببینید اون سوغاتی چی بوده. بعد نوشتم من از شما دوستانه دعوت میکنم تا مهمان تلویزیون مردم شوید تا با هم گفت و شنودی داشته باشیم. خبر از شما، خدمت از ما. این چیزای معمولیه که من با همه به اصطلاح انجام میدم. سوربی کجا رفت؟ ما رو غیب میکنید. خب حالا این دوشو نگاه کنید، براتون میارم. ببینید ما در طی هفته با چند نفر نگاه کن، تصویری که گرفتم یک رو درست نشون داد، دو رو که آوردم ببینید چجور نشون داد. کسی هست که به من بگه چرا این پلیر اینو اینجوری میکنه؟ با وجودی که دوتاشو من با اون اسنیپ، هر وقت اسنیپ استفاده میکنم یاد سعید میفتم. سلام آزاد شاهی، اولی دوم خوندم، دومی رو اول ببخشید. ایشون جواب داده از آشنایی با شما خوشبختم. شاه معادل دیپلم داشت از سوئیس که در آن زمان، حالا گوش کنید دوستان، نگاه کنید، شاه دیپلم داشت از آن از سوئیس که در آن زمان چیزی حدود کارشناسی ارشد یعنی فوق لیسانس ارشد، چون با سواد سیکل استخدام آموزش پرورش میشد. خانم خجالت بکش، همون زمانی که شما داری راجع بهش صحبت میکنی دکتر مصدقی داشتیم که اولین دکترای حقوق رو گرفته بود، انقدر دکترای دیگه داشتیم، انقدر چیزای دیگه داشتیم، خجالت بکشین. نمیدونم شا کلاس نهم بود ولی مثل کلاس دوازده بود و فلان، نبود نبود نبود. عجب احمقای هستید شما، واقعا آدم نمیدونه چی کار کنه. بذارید ببینم من چی کار کنم از دست این احمقا، دیوانه شدم. اما 16 به 9، اوکی دوستان برم دیگه، بسه، بیش از این برای خودمون دشمن درست نکنیم. خب من ایران زندگی میکنم، بسیار علاقمند به مصاحبه هستم، اما میدونید ایران آزادی بیان داره، اما آزادی پس خانم برو از مصاحبه نوریزاد نگاه کن به خانم ثابت، میگه من دارم میرم زندان ولی فوش خوار مادر از خدا، پیر، پیغمبر، رهبر، همه رو میده. خودتون رو مسخره کردید. این خانم نوشته بود من 39 سالمه. خانم شما خودتو مسخره کردید. اون نوشتهایی که می‌نویسید من 20 سال پیش که اینترنت نبود می‌رفتم کتاب مخفیانه می‌خریدم، یعنی شما خودتو گذاشتی سر کار. هر وقت خواستیم بیا. خب خاک بر سرت را بیشتر قاطبه میگو. ای خاک بر سرت، من اون موقع قاطبه را خیلی خوشم نمیمد، فکر میکردم خیلی لوس بازیه، ولی بعدن یه دوره تمامش رو نگاه کردم دیدم آقا اینا خب چرا نمیمدن مثل آدم حرفشونو بزنن، چرا باید این در هر صورت بعضی چیزها اینجوری. نگاه کن حالا اینجا باز همین خانم نوشته که کمرای دو، اجازه بدین کمرای دو، من این آفارم خانمون شونم. نگاه کنید دوستان، نوشته که من براش نوشتم وقتی هی دیدم جواب زود میده گفتم من میدونم تو حوصله تحقیق نداری آقای گرامیان، اتفاقا نوشته های شما رو برای این فرستادم، بعد فکر کردم اشتباه، اینا اصلا اهل نوشته خوندن نیستم. بعد نوشتم من در برای نوشته شما رو برای بینندگان میخونم تا با منطق شما بیشتر آشنا شوند. دوستان نگاه کنید، نوشته دیروز عزیزی رو که پدر 3 فرزند بود به جرم انتقاد از خامنه ای برای ممنوع کردن واردات واکسن به مکان نامعلومی بردن. من احتیاط میکنم و ترجیح میدم مصاحبه نکنم، اما از ارادت من به خاندان پهلوی کم نمیشه. خانم شما ارادت داشته باش تا موقعی که نفس آخرتو بکشی که امیدوارم 100 سال دیگه باشه. خانواده پهلوی برای ارادت شما چی نشون داده، چی کار کرده؟ رضا تنبلش که اینجا برای دل ما افتاده سیگار میکشه و قمار میکنه و راه میره و هر جا چیز مفتی باشه میخوره. ننش که دودکش دیگه پیرزنی شده، اون اصلا هم روز اولش هم عقل نداشت. برید خجالت بکشید. دوستان عزیز من ازتون خداحافظی میکنم. برنامه قبل از من کانون آوا با آقای حسن شهبازی بود، حسن شهباز. برنامه بعد از من باز با آقای حسن، ولی حسن ارشاد، دوبارم اینو پخش میکنم و ببینید چه خواهد شد. زندان اوین که حک شد، شما تعجب کردید؟ اینا تو خیابون مردمو میزنن میکشن، با ماشین میرن روشون. تو زندان فکر میکردید بهتر از اینه؟ زندانای آمریکا رو دیدید؟ رفتار پلیس آمریکا رو دیدید؟ رفتار پلیس فرانسه رو دیدید؟ من نمیدونم شما یه دفعه چرا فرهنگتون میره اینقدر یه دفعه میره زیر خاک. روز روزگارتون خوش. من باید برم، ساعت 3 بعد از ظهر. برنامه تلویزیون مردم رو حمایت کنید قبل از اینکه من بگم آقا ولمون کن.
برای کسی بمیر که برات تب کنه. روز روزگار خوش. بریم سراغ آقای حسن ارشاد. مرسی که با ما بودی.